سلام به همه و پروگرام یا برنامه سیف خوش آمدین امروز در مورد از, از این صحبت خواهد کردیم که چگونه تحصیلات خود یا تحصیلات عالی که در امریکا ما حاصل میکنیم بعد دست میاریم او را از نگاه مالی تمویل مالی کنیم اهداف ورکشاپ امروزی ما که در باره چی چیزا امروز صحبت خواد کردیم و چی چیزا را یاد خواهد گرفتیم یکی هزینه تحصیلات عالی است و یکی پرداختن به از با... با خاطر تحصیلات عالی است و پرداختن چگونه است که به سه یا چهار بخش شامل میشه گزینه های پرداخت برای شما در این سلاید اینجا ما نشان میدیم که یکی توسط کمک های فدرال و یا کمک های استیت یا ایالت که در زندگی میکنین که به شاگردان تخصیص داده شده کمک مالی میکنن از او استفاده کنین دیگه از طریق مکاتب و یا کالجایی که شما فارغ میشین یا در درس خواندین میتونین از کمک از او هم بگیرین و از طریق از شما یعنی کمک های مالی به خاطر تحصیلاتتان به دست بیارین و بخش دیگه از اسکالرشپ است که اسکالرشپ به این مانا که میتونین اسکالرشپ ها را سرچ کنین و اسکالرشپ ها را پیدا کنین و دست بیارین و اپلای کنین و اسکالرشپ ها همچنان بعض منابع دیگه وجود داره که از اون منابع میتونین استفاده کنین قسم که اگر شما در مکتب که باشین و یا در هر جایی که کالج که درس بخونین مزرد میخوایم هر کالج از خود منابع خاص خود داره که میتونین به اون منابع دسترسی پیدا کنین و دیگهش درباره قرضه های شخصی صحبت میکنه که شما میتونید به خاطر که تحصیلات رو مکمل کنین قرضه های شخصی هم بگیرین و همچنین آخر که ما صحبت خود کنیم پوینت آخره که در اینجا ذکر شده به خاطر تحصیلات عالی خود یا به خاطر تحصیلات که ادامه میتین شما باید پلان گذاری کنین از نگاه مالی یک پلان مالی خوب داشته باشه دی سلایت ما میپردازیم به ای که قیمت یا هزینه تحصیلات عالی چقدر است و چی چیزها را شاملش میشه چی کارها را شما نیاز است که شما پیش ازی که کورس تانه یا مو چیزی که بخش تانه هست یا مسلک تانه است آغاز کنین چی چیزها مورد نظر بگیره ده این سلاید قسمه که میبینین پاثویز یا مسیر را گفته که میتانه دو مسیر داشته باشه تحصیلات عالی مسیر کالج که من هم به حساب لسان افغانی ما چی میشه کالج که به حساب سنف از دوازده تا چارده به نظرم میشه اگر دقیق در بگویم و یونیورسیتی که به حساب دانشگاه تحصیلات فوق لسانس دانشگاه می باشه مسیر کالج و یونیورسیتی مسیر است که از دو سال الا چهار سال است دو سال کمیونیتی کالج یا کالج است و چهار ساله دیگری است یا دیپلوم است که شما لسانس میخوانین بعدا ماستر خودم میگیرین و دکترای خود و شما میتونین امی تحصیلات را که شما میخوانین یا مسلک را که شما میخوانین توسط کردت که بدست میارین یا کردت که دارین پی کنین یا پرداخت کنین و یا هر سمستر هر سمستر خودش را باید پیسیش جداگانه پرداخت کنین و مسیر مسلکی که به حساب سرتیفیکیشن هم میگیم یا سرتیفیکیت که بلسان خودمون میگیم او مسیر است که بعض اشخاص مسلکی به خاطر بعض ترینینگ ها و بعض سرتیفیکیت ها باید سرتیفیکیت بگیره و باید درس بخوانن که یا دو ساله می باشه یا کمتر از دو سال و همچنین چگونه باید به این کورس ها پرداخت شوه چگونه باید پرداخت میکنین شما باید هر کورس به هر قدر ماهی که می باشد در جریان اون کورس خود کورس پی کنین دیگه این دو مسیر بسیار مروج البته در که مسیر مسلکی عموما مسیر است که شما یک نرس هستین یا یک دکتر هستین یا یک انجینیر هستین و بخاطر خاطر کار را که میگیرین شما باید سرتیفیکیت یک بخش از بخش مسلکی خود یا تحصیلات مسلکی خود داشته باشین یا سرتیفیکیتش داشته باشین و به با این حساب درس میخوانین و او را بدست میارین بخاطر خاطر معلومات مزید ما در پایین صفحه قسمی که میبینین وبسایتش هست شما میتونید که در این وبسایت برین و معلومات بیشتر در مورد این مسیرهای تحصیلات عالی کسب کنه بعض نفر ها بعض کسا این فکر میکنن که تحصیلات عالی و یا تحصیلات در عموم میتونه یک انوستمنت و یا سرمایه گذاری باشه هر کی سرمایه گذاری را از نگاه خودش خودش بررسی میکنه یا اولویت میکنه و سرمایه گذاری به هر کی یک معنی خاص میده اگر ما به حساب مثال هم برای شما واضح کنم که تحصیلات چگونه سرمایه گذاری می باشه ما تحصیل میکنیم درس میخونیم، خوانیم به خاطر که در آینده یک کار خوب بگیریم یک کار خوب داشته باشیم درست و کار خوب چرا داشته باشیم به خاطر که پول خوب برای ما میده از نگاه مالی ما می که پیشرفت مالی داشته باشیم و این میتونه یک انوستمنت یا سرمایه گذاری به خاطر آینده ما باشه بعضی تا به خاطر مسلک خود چون دوست دارن یاد بگیرن دوست دارن که بیشتر بدانن در دم مورد مسلک خود میخوایم که پیشرفت کنن شاید او با او خاطر درس بخوانند هر کی یک تعبیر خاص خود به حساب سرمایه گذاری از تحصیلات دارن اما پیش از اینکه شما فکر کنین که کدام بشتر میخواین بخوانین شما باید اهداف تحصیلی خود اول برش فکر کنین که در کدام مسلک کدام چیز دوست دارین که میخواین بخوانین و در اون رشته پیشرفت کنین و بعد گزینه هایی که میتونه شما را کمک کنه به این هدفتان شما را نزدیکتر بسازه او گزینه ها را باید برای خودتان پیدا کنین حالا در مورد از که قیمت یا هزینه تحصیلات عالی چقدر می باشه و یا اپلیکیشن یا درخواستی را که ما میتیم چی کارا را باید اول انجام بتیم چقدر باید مصرف کنیم در کدام بخشا باید مصرف کنیم اولین چیزی که لازمی است به خاطر شروع کردن یک مسلک باید شما مو دیگری یا مو دپلوم که داشته باشین از مکتبتان، از کالجتان، از دانشگاهتان باید دیگریتان یا ارزیابی شود. درست است؟ اگر شما بعض های خود از افغانستان با خود آوردین طبعا او دیپلوما اینجا در هر کالج که شما برین اپلای کنین اول دپلوم شما را ارزیابی میکنه و اینجا بسیار جاهای مشهور هسته که در کالج که میرین شما را به اونجا راجع میسازه و در اونجا وقتی که شما دیپلوم را رایی کنین یک مقدار پیسه هم میدین و یا دیپلوم شما را ارزیابی میکنه و قدم بعدی میتونه بعض امتحانات باشه. امتحانات از چه قبیل که در امریکا ما امتحانات مشهور داریم که به حساب تست یاد میشم امتحانات کوچک هست که از شما را کمک میکنه تا در کالج داخله بگیرین درست است که اول اولین و مشهورترینش سات می باشه یا اس می باشه اس رو شاید شما نامش شنیده باشین و بلدان باشین اس بر عموماً به اون کسایی هست که شاگردای هست که تازه از مکتب فارغ شدن و وارد کالج یا دانشگاه میشن درست است که دانشگاه خونه کالج بگیریم دو ساله کالج می یا کالج چهار ساله می خانن. و بعدیش که بسیار زیاد مشهور است و ما در افغانستان نام از را زیاد میشنیدم به صاحب توفل است درست است توفل به این معنی که شما را از نگاه انگلیسی یا مو زبان بررسی میکنه که شما چقدر زبان بلد است این مخصوصا زبان ای انگلیسی درست است یک زبان بین المللی است و شما چقدر بلدیت دارین و همچنان تا چه حد و اندازه ریاضی میفهمین که ریاضی یک بخش مهمه از کالج uh, است که هر کی کالج شروع میکنه در بسیاری بخش ها ریاضی و ایگپا امتحانات ازش گرفته میشه و بعدا قدم بعدیش میتونه باشه که هزینه اپلیکیشن یا درخواستی که ورقا را شما پر میکنین به حساب اپلیکیشن رو میکنین میتونه هزینه از او باشه و بعض از صنف است که اینا به حساب پری یاد میشه ما به حساب پری به چیزای پیش, پیش آمادگی یا چیزایی که آمادگی پیش از پیش ما را آماده می سازد پیش از پیش او چیزا را prerequisites اینجا میگن چی چیزا ما را آماده می سازد تا مسلک خدا شروع کنیم مخصوصا کسایی که نو آمده و مخصوصا کسایی که با لسان انگلیسی کم مشکل دارن ای prerequisites یا پیش آمادگی ها می کلاس انگلیسی باشه کلاس های انگلیسی به این ماناسته که شما یک مسلک را که انتخاب میکنین سیستم درس امریکا کاملا به زبان امریکایی است و در کالجا اینجا ترجمان نیست دیگه امرایتان که ترجمه کنه و مشکلاتتان حل کنه شما در یک جای مسلکی تحصیلی هستین شما باید خودتان وقتی در صنف میرین استاد لکچر میته باید خودتان بفهمین که چی چی کارا را کنین درست شما میشه که شما را آماده بسازه توسط از کلاس ها که وقتی که در صنف خودتان میرین در مسلکتان میرین بفهمین که استاد چی میگه و مطلبش از این درس دادن چی است و بعض هزینه ها و یا آمادگی های دیگه که میتونه تحصیلات عالی شما یا درس شما داشته باشه تویشن است تویشن به ای این اما پول را که ما حق و یک نفر که با ما درس میده به حساب دری خود ما و شما به یک استاد یا پروفسور میدیم ای امو پول است یا مو هزینه است که ما به مو شخص میدیم و او شخص ما را در هر بخش که باشه کمک میکنه درس میده و ما یاد میگیریم این به حساب تویشن اینجا یاد میشه و همچنین اگر نظر کنیم به مثال که در اسلاید سلاید ماست بعض وقت در کالج قبول میشیم که در شهر خودمان می باشه درست یا کالج قبول میشیم که دورتر از خانه ما می باشه و ترانسپورتیشن و رفت آمد روزانه بسیار برای ما مشکل است پس ما باید به حساب یک لیلیه که یک کالج داره یا یک دانشگاه دارم بریم به او اپلای کنیم و پول از او هم می آید. پول از او است یا ای که یک اتاق بگیریم در نزدیک کالج خود یا دانشگاه خود که پول از او رو باید خود ما بپردازیم و ای باید همیشه در یاد ما باشه و بعض وقت این هزینه شامل هزینه نان هم میشه که سه وقت نان که ما میخوریم وام شامل هزینه روم ان بورد میشه و سه اومشی هسته که بعض موضوعات اداری که در کالج می باشه شما باید هزینه از او پرداخت کنین اپلیکیشن هایی که میکنین و در هایی که میتین در بخش اداری باید پول اداری را هم بپردازین و بخش آخرش از کتاب ها و بعض تدارکات دیگی کتاب ها خب باید اون من شاگرداد اینجا خودشان میخره و بعض وقت فایننشل اید کتاب هایشان هم ها میخره کمک میکنه تا شاگرداد کتاب های خود داشته باشن و از پول فایننشل اید کتاب خدا تور کنن اما بعض چیزا تدارکات دیگه یا سپلایز دیگه هست که را شاید امی فاینانشل اید یا می کمک های دولتی کور نکنند. درست است او از جمله چیزایی است که مثلا یک کس در بخش آرت و میوزیک است. یک گیتار کار داره یا یک چیز موسیقی آلی موسیقی کار داره او او را نمیتونه که فاینانشل اید برش بده یا یکی یک نفر انجینیر است یا نقاش است شما به حساب اگر فکر کنین یک انجینیر زیادتر به مو ورقهایی که نیاز داره یا به مو وسایل که پنسل است یا قلم که نیاز داره بعض وقت اون چیزا کفر نمیشه که کمک ها او های دولتی یا کمک های تحصیلی او را کفر کنه برای شما بده از این خاطر شما باید خرچ و مصرف در نظر داشته باشید. و بعض هزینه های دیگه ایم که سر از این می که لپتاپ و کامپیوتر است عموما در شرایط فعلی تقریبا 90 فیصد مردم لپتاپ و کامپیوتر داره اما ده فیصد مردم قسم هم هست که لپتاپ ندارن یا کامپیوتر ندارن و نیاز دارن که باید وقت شاگرد کالج باشی لپتاپ داشته باشی کامپیوتر داشته باشی یکی از کسای دیگه هم ما جوین کرد و همچنین قسم که براتون گفتم شما در بخش هاوزینگ یا ای که شما اگه بخواین یک اپارتمان بگیرین یا یک اتاق بگیرین شما باید پول از اون بدین پول ترانسپورتیشن رفت آمد روزانه که از بس و ترین یا استفاده میکنین باید آماده باشین که پول از اون بدین پول اینترنت که شما استفاده میکنین به خاطر خواندن درس و یافتن منابع پول از اون بدین کسایی که طفل دارن و طفلایشان هم رایشان هسته، باید پول طفل خودم در نظر بگیرن که باید ایام یک خرچ و مصرف میدانه باشه. بعض کسایی که درس میخوانن نظر به مسلک که دارن، باید یونیفرم بپوشن مثل دکترها و نرس ها که اینجا یک یونیفرم خاص خود داره و در دا وقت درس خواندن باید یونیفرم در جانشان باشه که پول یونیفرم و این هم باید در نظر بگیرین و بعض کسایی که به حساب مسلکی درس میخوانن باید پول سرتیفیکیشن خود بده سرتیفیکیت خود میگیره و بعض تست یا امتحانات هست که پول از او باید در نظر گرفته شود چون باید پول از اون پرداخت شه. و حالا صحبت میکنیم و ای که بدامه امو سلاید های ما بدامه امو ما صحبت میکنیم که چی چیزا را باید ما پیش باشیم که چقدر پیسه خود مصرف کردیم تا یک دیگری یا یک درجه تحصیلات بدست بیاریم درست است؟ شما قسم که در مثال براتان نشان داده شده اگر شما یک دانشگاه یا حضرت <تص> میخواییم دانشگاه یا کالج چهار ساله را میخوانین درست پول را که برای شما در هر بخش علایده گفته شده به حساب تخمینی البته گفته شده که شاید ایده می حد قرارم بگیره این پول که گفته شده در مثال اول برتون واضحی ساخته شده که وقتی که شما به حساب آمه کالج عمومی یا آمه چیز به نام دولتی اینجا در امریکا وجود نداره که برای ما فری باشه چیزا مفت باشه یا رایگان باشه مثل که در کابل پانتون کابل هسته و همه موضوعات و چیزهای درسیه که بر ما استادا میته یا توشنه که میته همش مفت است اما در امریکا چیز به نام دولت نیست همه چیز مربوط به خود مردم عام است و باید پول مصرف کنین شما در مثال اول ببینین به خاطر خرید کتابا در طول همه قدر سال که هسته شاید شما یک رو 200 دلار یا 1300 دلار مصرف کنه به خاطر مصارف زندگی تان که شامل اتاق میشه یا هر چیزی که شاملش میشه شما 15000 تقریبا 15783 دلار باید مصرف کنید کسایی که شاگردایی که هست در استیت که یک سال زندگی کردن به حساب ان استیت تویشن در امریکا یاد میشه پول که او باید مصرف کنن 9410 دلار است و کسایی که از بیرون آمدن و از ممالک دیگه آمدن و در استیت که هستن یک سالشان نشت اما درس میخوانن پول از وار قسمی که میبینین 23 هزار دلار و 980 چند سنت یا چیز شده قسمی که میبینین اینه توتالشه. در ظرف چهار سال تقریبا به 41 هزار دلار رسیده و در مثال دوم شما ببینین بی کسایی که به حساب کالجای شخصی یا دانشگاه های شخصی میرن میخوانن تمام مصارف که اینجا در نظر گرفته شده کم یعنی با هم چی دارن مشابهت داره اما مشابهت زیاد نداره شما پول تویشنش ببینین داخل به حساب سی و دو هزار دلار رسیده و به حساب کسایی که از مکتب نه فارغ میشن و کمیونیتی کالج رو میکنن کالجای دو ساله رو شروع میکنن پول کتابایش بازم بامو یک سیستم اصلا 100 دلار یا 500 دلار فرق داره لیوینگ اکسپنسز 3000 و 2000 بینشون فاصله هست و تویشن که میتا طبعا چون دو ساله که من دی کالج است ای ده هزار ده حساب 3435 دلار شد شاید شود و یک چیزی که شما در امریکا زندگی میکنین و متوجهش باشین اسکم هستن اسکم از نگاه تلفنی از نگاه بانکی از هر نگاه که شما در نظر بیرین باید متوجه باشین بعض کالج های در امریکا وجود داره که اون کالج ها اسکم هستن یا کسایی است که میخواد شما را فریب بدن با وجود کالج هستن، در اونجا مردم کار میکنن یا اما شما را قسم میخوای و قسم جذب خود میکنه که در آخر وقت پولتان هم میرن وقتی که دیگری او که از او کالج هم بدست بیارین او دیگری در هیچ جای مدار اعتبار نمی باشه و هیچ به دردتان نمی خوره. پس باید وقتی که تحصیلات عالی خود رو شروع میکنین یا کدام کار را شروع میکنین باید تحقیقات خود پوره کنین باید ببینین که کالج در مستیت یا ایالات که هستین چقدر مدار اعتبار است آیا ثبت در رجستر وزارت تحصیلات عالی از این است یا خیر